بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه خب تو خبرهای دیروز شنیدید که یک نفکش آمریکایی توسط بچه های نیروی دریای سپاه توقیف شده در کمتر از یک هفته دو تا نفکش توقیف میشه یکی توسط بچه های ارتش یکی هم توسط بچه های سپاه که این فیلم منتشر شده توسط سندکام رو رو روی صفحه دارید میبینید که چطور بچه قیور و دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد عمل میشن با قایق‌های تندرو محاصرش میکنن توقیفش میکنن و انتقالش میدن به اون جایی که باید باشه حالا سوال اینه که چه اتفاقی افتاد که ایران پاسخ فوری و دو برابر به آمریکا داده و این استیصال آمریکا تو منطقه خصوصا تو حوزه دریایی نشانه چیه بعد از این اتفاق بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه توی کنفرانس خبری ادعا میکنه که اقدام ایران در آزار کشتی ها و مداخله در حقوق دریانوردی در آبهای منطقه‌ای و بین المللی با قوانین بین المللی و باعث اخلال در صبات و امنیت منطقه میشه در ادامه هم گفته بود که ما در تقاضای آزادی فوری کشتی و خدمه اون به جامعه بین المللی ملحق میشیم یعنی به التماس افتادن که آقا تو رو خدا این رو زودتر آزاد کنید این کشتی به نام نیووی از سوی سپاه در تنگه هرمز و به دستور دادستان تهران توقیف شده در پی شکایت شاکی و دستور مقام قضایی توسط نیروی دریای سپاه توقیف شده این نفکش با پرچم پاناما در حال تردد از تنگه هرمز بوده که تو طور بچه های سپاه میفته اما سوال اینه که چرا ایران دو برابر پاسخ داد و نفکش آمریکا رو توقیف کرد چرا این پاسخ قدرتمندان از طرف ایران صورت گرفته چرا ایالات متحده از شکستهاش در گذشته درس نمیگیره این پاسخ قوی و قاطعانه ایران پیامی قوی به آمریکاست و نسبت به بازی با آتیش هشدار میده و بر اعتماد به نفس و توانمندی نظامی ایران در زمین دریا و هوا تأکید میکنه کیهان این مطلب رو در ویژه خودش منتشر کرده و نوشته مطمئنا این پیام دریافت شده و هر گونه تلاش برای نادیده گرفتن اون از طرف آمریکا به عواقب وخیمی منجر خواهد شد مگر اینکه آمریکا بخواد فیتیله جنگ دومی رو در خاورمیانه شعله ور کنه در زمانی که شکست بزرگی در جنگ اوکراین متحمل شده روزنامه رأی هم نوشته که در پاسخ به عملیات ربایش یک نفتکش ایرانی با حمایت ناوگان پنجم آمریکا که در حال حرکت به مقصد چین بود چند روز پیش کشتی ها و قایق های ایرانی یه نفتکش آمریکایی در خلیج عمان رو توقیف کردن و اون رو مجبور کردن که به سمت که از بنادر ایرانی در خلیج فارس حرکت بکنه این جنگ کشتی ها نفکش ها میان آمریکا و ایرانه که با قدرت دوباره به آبهای دریای عرب برمیگرده ایران به هیچ عنوان هیچ گونه تلاشی از سوی آمریکا یا اسرائیل رو در راستای تهدید کشتی ها و نفت های خودش در هیچ مکانی به ویژه در مجاورت خودش تحمل نمیکنه. آمریکا به بهانه اجرای تحریم هایی که علیه ایران به علت توسعه برنامه اتمیش اعمال کرده این دزدی دریایی رو علیه نفت ها و کشتی های ایرانی انجام میده در حالی که فراموش میکنه که خودش از توافق هسته سال 2015 خارج شده و از اجرای کردن تمام مفاد اون شونه خالی میکنه اگه آمریکا کم حافظه است، حافظه ما قویه. آمریکا تو جنگ پهپادها بر فراز آبهای خلیج فارس هم شکست خورده. وقتی های ایران مروارید تاج پهپادهای این کشور یعنی گلوبال هاک رو در سال 2019 در ارتفاع 20 کیلومتری سرنگون کردن، خب آمریکا شکست خورد. چون چند متر وارد حریم هوای ایران شده بود. به همین دلیل مطمئنا تو جنگ نفتکش ها هم پیروز نخواهد شد چون آغازگر ربایش و تعرض خودش بوده و پایگاه ها و متحدانش در فلسطین در معرض تهدید موجودیتی قرار خواهند گرفت یعنی هر اتفاقی که اینجا توی خلیج فارس بیفته نتیجهش رو شما در سرزمین های اشغالی میبینید توقیف این نفتکش آمریکایی به عنوان اقدام فوری ایران قواعد درگیری دریایی تو آبهای خلیج فارس و دریای عرب رو تغییر میده و تا زمانی که کشتی روبوده شده ایرانی با تمام محموله نفتی خودش بدون کم و کاستی بر نگرده این نفتکش ها آزاد نخواهد شد همونطور که در مورد نفتکش تنگه جبل و تارق و سرقت محموله نفت ایران در آبهای منطقه یونان اتفاق افتاد بنابراین اگر امروز از قدرت نظامی ایران صحبت میکنیم در منطقه خصوصاً در حوزه آبروهای بین المللی که خب تمام کشورها به نوعی باش درگیر هستند آمریکا دوچار استیصال و ضعف میشه از این طرف خب قدرت اقتصادیش رو به افول بانکاش دارن ورشکست میشن خودشون اذعان میکنن که قدرت دلار داره از دست میره از این طرف نزدیکی عربستان به ایران گرایش چین و روسیه و ایران با همدیگه برای مقابله با آمریکا همه اینها دست به دست داده تا آمریکا دچار یک استیصال بشه وقتی رهبری میگفت دوران بزن در رو تمام شده همین جه ها رو میدید سالهای آینده رو میدید وقتی شما میای یک کشتی متعلق به ایران رو مورد ربایش و دستبرد قرار میدی خب این زدی اما آیا میتونی در بری نه نمیتونی در بری دوتا دوتا توقیف میشه پاسخ فوری و دو برابر میگیری یکی از نشانه های افول آمریکا که بارها صحبت کردیم اصلا همینه دیگه در برابر اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری نمیتونه کنه مگر عین الاسد رو ما نزدیم بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود که کسی با آمریکا وارد درگیری نظامی مستقیم بشه وارد کارزار بشه آمریکایی آمریکا کردن اینجا هم همین اتفاق داره میفته یعنی در حوزه دریا هم همین اتفاق داره میفته آمریکا یا هیچ عکس عمل مناسبی نمیتونند داشته باشن بیانیه میدن سخنگوی وزارت خارجهشون میاد میگه آقا ایران باید فورا فلان کنه خب باشه ایران چشم الان منتظر بود که تو دستور بدی وقتی تو خلیج فارس بچه های سپاه میان در برابر اون ناو عظیم و جسه تو با قایق های تندروی خودشون مانو میدن رو در رو میشن با تو چشم تو چشم میشن و ترسی ندارن آیا اینکه تو از اون سر دنیا تهدید کنی که ایران باید فوری تحویل بده ایران دو دستی میاد تقدیمت بکنه نه حالا یکی از بچه ها به شوخی به فرستاده بود به من گفت که یه آفر ازشون بگیریم در تبادل این کشتی ها اینا مثلا بگیم مسیح علی نجاد و علی کریم اینا رو هم بده گفتم حیف نیست واقعا اونا اصلا اندازه این حرفا نیستن اربابشون خود آمریکا مستصل شده اونها که عددی نیستن اونها فقط در مجازی هارت و پورت میکنن حالا دو روزم چهار تا فالوورم میگیرن چهار تا فریب خوردم شاید برن سراغشون اما اونا چیزی ندارن که تاریخ انقضاشون تمام بشه اربابشون پرتشون میکنه تو سطل زباله اون چیزی که مهمه و مردم رو داره دلگرم میکنه این اقتدار نظامی و سیاسی در منطقه است ببین شما تو حوزه نظامی که کم نداری ما بارها گفتیم آقای منطقه شدی و در سطح جهانم خب حالا پهبات ها داره ویراش میده همه جا تو حوزه سیاسی عربستان رو مجبور کردی بیاد پای میز مذاکره و بیاد سراغ یک توافق و تفاهم توافق و تفاهمی که آمریکایی ها رو نگران میکنه اسرائیل رو نگران میکنه از این طرف رئیس جمهورت میره تو سوریه خب اتفاقات بعدش که تفاهم نامه های خصوصا اقتصادی هست آمریکا رو نگران میکنه متحدین مستقیم و غیر مستقیم آمریکا رو نگران میکنه ترکیه الان به جلیز دو بیلیس افتاد صبر بکنید یه مقدار این تفاهم ها رسمی تر بشه عملی تر بشه شما خواهید دید که تو منطقه چه کارهایی میخوان بکنن هرچند هیچ غلطی نمیتونن بکنن این اعتقاد ماست اما اون چه که اهمیت داره اینه که آمریکا در منطقه مستاصل شده دومشو گذاشته رو کولش رفته هر از گاهی هم میاد یه حرکتی بزنه حالا مثلا عکس العمل ما رو ببینه اما دیگه خبر نداره دوران این حرفا گذشته یه زمانی بود آمریکا ناوش حرکت میکرد به سمت کشوری اونها خوشون تسلیم میشدن دستا بالا بود الان اینجا تو این چند سال اخیر تو این یک دهه اخیر چه اتفاقاتی تو خلیج فارس افتاده شما یک مورد رو پیدا نمیکنید که ایران شکست خورده باشه اگر نفتش رو بردن تعرضی کردن ایران پاسخ داده به موقع برگردونده و مثل این دو برابر و فوری اقداماتی رو انجام داده و پاسخ داده به دشمن پس تو این حوزه نمیتونه وارد شه برای همینه که جنگ رو میبره تو حوزه اقتصادی و فرهنگی این تحریم های کمر که شما دارید میبینید هر کشوری بود تا حالا 200 بار تسلیم شده بود اصلا نیاز نبود ناوهای آمریکا به سمت شرکت بکنن اما این اتفاق الان داره میفته این اتفاق الان افتاده آمریکایی ها به جلیز ویلیز افتادن برای همین سخنگوی وزارت خارجش پیام میده آقا فوری آزاد کنید ما میپیوندیم به مثلا مجامع بیرون المللی فلان بپیوند اینقدر بپیوند تا پیوندت پارشه امیدوارم این اقتدار در حوزه نظامی سرایت کنه به حوزه اقتصادی ما در اقتصاد در منطقه قوی بشیم و سپس در جهان قوی بشیم به عنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان که منابع خدادادی داریم بتونیم این رو بین مردم عادلانه توزیع بکنیم و کشورمون یک کشور آباد از لحاظ اقتصادی باشه که سر سفره مردم هم احساس بشه خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودین بالا که ویدیو کمک میکنین یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون